وسطشان تو فرو رفتگی دارم و قرص از دو طرف به این خاطر میگن که کرویات سرخ مقهر و طرفین است. چی اهمیت داره گوش کنین، چی اهمیت داره که اینمی این تو چارکنج باشه یا مقهر و طرفین باشه؟ دو تا اهمیت داره. یک چیزی که مقهر باشه یعنی از قبل قاد شدگی باشه، وقتی که از یک رگ که سایزش کوچک است میخواد تیر شه راحت قاد میشه، از داخلش تیر میشه. دیگه اینی فضای زیادتر داره، فضای بیشتر برای تبادل گازات. اهمیت مقهر بودنش اینمی است. به این حالت فضا کمتر است. شاید از ذهنتان سوال شد خب فرض کن. فرض میکنیم اینجا ده تا اکسیژن تبادل میشه، ده تا کاربون دای اکساید طرف میره. اینجا شاید 8 تا شود. 8 اکسیژن تبادل شود. 8 کاربون دای اکساید طرف. اینجا منطقتون صحیح است. ولی ما در کدام حد صحبت میکنیم؟ در این حد صحبت میکنیم که ما در هر قطره خون خود 5 میلیون کروی سرخ داریم و ما 5000 قطره خون داریم. 5000 قطره خون و دو دانام که زیاد باشه هر کروی سرخ تان 5 میلیون، 5000 ضرب 5 میلیون کنیم، بازار ضرب 2 کنیم، فضای بسیار زیاد میشه. خیلی دو اهمیتش مقهر طرفین بودنش، یک وقتی که از رگای تیر میشه سایزش کوچک است قاط میشه راحت تیر میشه، خاطر از قبل قاط شدگی است. دیگه فضا به خاطر انتقال گازات زیادتر میداشته باشن. این می قطر کرویات سرخ خون ما 7 تا 8 میکرومتر است. بعض وقتا رگا به اندازه کوچک میشه که از 7 تا 8 میکرومتر هم کوچکتر میشه. خب وظیفه کرویات سرخ چی است؟ یک وظیفه بسیار مشهور داره کلتان میکنه. سکنه دو کار انجام داده میتونه. همین هیموگلوبینی که در داخل کرویات سرخ است. دو قسمت بکنیم. هم میتونه کته کاربون دای اکساید وصل شود و کاربوکسی هیموگلوبین بسازد. و هم میتونه کته اکسیژن وصل شود و اکسی هیموگلوبین سازد. چی تعیین میکنه که کت اکسیژن وصل میشه یا کت کاربون دای اکساید؟ اگر کاربون دای اکساید زیاد بود کت از او وصل میشه، اگر اکسیژن زیاد بود کت او وصل میشه. اینا رو سعی کنیم مثال میتیم. در ریه ها، در ریه ها فشار قسمی اکسیژن بسیار زیاد است، بخاطر از هوا آمده اکسیژن بسیار زیاد است، کرویات سرخ کینج منتظر است، بسیار راحت دیگه هیموگلوبینش بر سوال نمیمونه. فشار قسمی از اکسیژن زیاد است که اکسیژن وصل میشه، اکسی هیموگلوبین این انتقال میده به انساج. ولی وقتی که میایم به سوی انساج، انساج اکسیژن هم مصرف میکنن، مواد غذایی خود تجزیه میکنن و کاربون دای اکساید زیاد تولید میکنن. در مسافه نزدیک انساج کاربون دای اکساید زیاد است، بخاطر اکسیژن خوردن. وقتی کاربون دای اکساید زیاد باشه باز در این صورت کرویات سرخ هیموگلوبین کت کاربون دای اکساید وصل میشه که میگرفتیم. خیلی هم اکسیژن انتقال داده میتونه و هم کاربون دای اکساید انتقال داده میتونه. این یک وظیفش. وظیفه دیگهش چی است؟ وظیفه دیگهش چی است؟ این هیموگلوبینی که در ترکیبش است این خواهد از هیموگلوبین ساخته شده. هیم جمع گلوبین. گلوبین از این پروتین است. پروتین خاصیتاً از امینو اسیدا ساخته میشه. امینو اسیدا ساخته میشه. امینو اسیدایی که در ترکیب هیموگلوبین است چارج منفی زیاد دارد. چارج منفی زیاد دارد. یعنی چی؟ یعنی میتونن که در عناصر با چارج مثبت وصل شوند، مثل هیدروژن، حتی مثل کلسیم. بعضی وقتا هیموگلوبین میتونه که کلسیم وصل شود، کلسیم رو بگیره. مثلا کسایی که تیز نفس میکشن خصوصا بلاهی استریک که داشت خانم استر میشن، تیز تیز و زور نفس کشیده رو ایستن میگیم نکش نفس چند دقیقه بعد میبینید دستاشون تو کش میشه، باز فامیلش فکر میکنه براستی مریض است.
به خاطر اینکه وقتی یک نفر تیز تیز نفس میکشه امی کاربون دای اکساید اکسیژن خو میایه به هر حالت کاربون دای اکساید هم زود زود از بدن میبره. کاربون دای اکساید که برایه کاربون دای اکساید کم میشه. اصلا کاربون دای اکساید داخل دوران خون به خاطر ضرورت داشتیم که آب یک جا شوه H2CO3 را بسازه کاربونیک اسید باز به هیدروژن و بایکاربونیت تبدیل شوه. هیدروژن یک تیزاب قوی است. اینا که کاربون دای اکساید باشه هیدروژن ساخته میشه اسید، اگر نباشه ساخته نمیشه. یک کسی کاربون دای اکساید بدن خود بکشه در نتیجه اسید در بدنش کم میشه، خیلی خونش میشه، تیزاب که کم شوه خون چی میشه؟ خون که قلوی شود، خون که قلوی شود هموگلوبین کوشش میکنه که اینو بفر کنه. بفر یعنی چی؟ یعنی کوشش میکنه هیدروژنی که در ترکیبش هست او را بندازه اینجا، جایش خالی میمونه، کلسیم از داخل دوران خون میره که هموگلوبین مثلا بشه. خیلی کلسیم داخل دوران خون کم میشه، کلسیم کم شد دستوشخ صحیح؟ کلسیم کم شد دستوشخ میمیشه. این یک پروسه قابل برگشت است. یک پلاستیک در دانش میتی که پس کش کده برای نفس خودشه، یک تکره یا ماسک اکسیژن، اکسیژن نمیمونی پس نفس خود کش کده میره دوباره پس کاربون دای اکساید داخل دوران خونش میرسی ساخته میشه هیدروژن پیش نارمال میشه، کلسیم پس رها میشه جور میشه بدون از اینکه دوا بتین یا نده، چون کلسیم مجموعی کم نیست. برای خیلی اینمی کار هموگلوبین بفر میگن خیلی کرویات سرخ یکی خود در انتقال اکسیژن یا نقش داره، دیگه هموگلوبینش چی میکنه؟ بفر میکنه. هموگلوبین در وقت ضرورت هیدروژن رها میکنه داخل دوران خون تا خون پس پیشش خونسا شود و پس میتونه جای خالی خود که کلسیم پر بکنه. اینو میره میگن بفر. کرویات سرخ هم در بفر یا بفر نمودن تیزاب و قلوی یا اسید باز، اسید بیس در خون چی داره؟ نقش داره. فکر کنم اینجا یک تصویر است. یکی از یک انزایم است در داخل کرویات سرخ. یک سوال یکیان تخصص بود به نام کاربونیک انهایدریز. یک انزایم است به نام کاربونیک انهایدریز. این نام من از شما یک سوال میکنم. ما دو دانه اصطلاح داریم، یکی داریم فشار قسمی اکسیژن، یکی داریم سچوریشن اکسیژن. پارشیل پرشار آف اکسیژن، اکسیژن سچوریشن، این دو تا از یکی دیگر در منطقه شما چی تفاوت دارد؟ حاضر یکان دقیق منطقه تا منطقه هم فرق میکنم. پارشیل پرشار آف اکسیژن از اکسیژن سچوریشن چی تفاوت دارد؟ سعی کنیم ما دو دانه اصطلاح داریم، یکی این دنشان میتن PO2 این مانا میتن partial pressure of oxygen، یکی دیگر بشته میشه اوی خالی oxygen saturation یا او سد یا oxygen saturation. یک نمیفهمید صد اکسیژن سچوریشن همه این کمال اکسیژن که داریم مجموعی است و مقدار اکسیژن که داخل میموشه باز پارشن، یعنی در قسمت مثلا پیشتر که در این دوجه فشار قسمی کرده باشه، یعنی مجموعی دو نمیفهمین؟ چون؟ بیر در بعضی مناطق فرق نیست، مثلا در درندی ها سه نمیفهمین؟ خودم میگه سعی کنیم در داخل دوران خون خون وقتی که